ما میدانیم که تعداد هزارهایی که در ارگانهای رهبری کننده دولتی و من جمله در وزارتهای دفاع امور داخله و امور خارجه کار میکنند خیلی ناچیزند، ولی با گامهای معینی را برای احیای عدالت در این زمینه نیز برخواهیم داشت. همچنان ایجاد نمایندگی ملیت هزاره در شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در نظر گرفته شده است که این امر حل بسیاری مسائل اقتصادی و اجتماعی را آسان خواهد ساخت. می خواهم درباره هزاره های شهرنشین صحبت نمایم. آنان از لحاظ تعداد خانواده ها به صدها هزار می رسند. این مفرزه بزرگ مردم زحمتکش هزاره است. بدون آنها ناممکن است که زندگی کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور را تصور نمید. هزاره های شهرنشین اکثرا کارهای سنگین، کم مزد و کم آید را انجام می دهند، ولی درست خواهد بود بگوییم که از میان آنان تعداد زیادی استادان، دکتران، انجینران، دانشمندان و کارمندان دولتی برخواستند. شورای مرکزی ملیت هزاره کار بزرگی را در میان آنان به پیش میبرد، ولی دیگر برای شرایط امروزه کافی نیست و باید تشدید و توسعه یابد. ما از هزاره های شهرنشین دعوت به عمل می آوریم تا سازمان های اتحادیه های صنفی جوانان و فرهنگی تنویری را رشد بدهند و مفرزه های دفاعی خودی را ایجاد نمایند و به امر مصالحه ملی کمک کنند. کمیته های حزبی از شما در این مورد پشتیبانی می نمایند. دوستان عزیز، برای شما معلوم است که چند روز قبل مرحله چهارم دور هفتم مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در ژنو خاتمه یافت. امیدواریم که جمهوری اسلامی ایران بر موضع‌گیری خیش نسبت به اوضاع اطراف افغانستان تجدید نظر نماید. عملا سیاست مصالحه ملی به تمام جهانیان ثابت کرده است که این سیاست اسلامی است. این سیاست از پشتیبانی بزرگ مردم برخوردار باشد. مصالحه به خاطر قطع خونریزی و برادرکشی پیش برده می شود. اصول سیاست مصالحه ملی با احکام انسان دوستانه قرآن کریم مطابقت دارد. برای آنانی که وطن خیش و مردم خیش را دوست دارند، برای آنانی که به خاطر آرامش مردم و شکوفایی وطن می اندیشند، مصالحه نخستین آرزومندی است. در این روزها 42مین اسامبله عمومی سازمان ملل متحد به کار خیش آغاز کرده است. اسامبله جهات مهم سیاست جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. پیشنهادات جدید رهبری اتحاد شوروی به خاطر ایجاد سیستم امنیت بین المللی قابل قبول برای همه که در مقاله میخائیل سرگیویچ گورباچوف منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تحت عنوان واقعیت و تضمین امنیت انعکاس یافته است در مرکز توجه جهانیان قرار دارد. تدابیر پیش بینی شده از جانب اتحاد شوروی عبارت از سهم بزرگ در امر صلح، گواه پیگیری در سیاست خارجی صلح جویانه آن، نمونه مثال طرز تفکر نوین سیاسی می باشد که بر پایه تجزیه و تحلیل عینی اوضاع بین المللی ارائه گردیده است. بارهاست که جهانیان به صادقانه بودن مساعی جانب اتحاد شوروی به خاطر قطع مسابقات تسلیحاتی و ایجاد جهان فاقد سلاح هسته‌ای، برقراری مناسبات با سایر دولت‌ها بر اساس برابری حقوق و بر طبق منشور سازمان ملل متحد با رویه مناسبات همسایگی نیک
و همکاری های متقابل اعتقاد حاصل نمودند. ما از مساعی سلجویانه رهبری اتحاد شوروی پشتیبانی می نماییم.